به نظر من این مسئله اون چی که در تنگه هرمز و مسئله امنیتی مربوط به خلیج فارسه ارتباط مستقیمی به این موضوع که این توافق صورت گرفته، توافقی که در اصل سری گروگان آزاد میکنن یه مقدار پول در قبالش به ایران میدن، اینها به هم اونجور ارتباط مستقیم نداره. برای جمهوری اسلامی به عقیده من که بعد از همطور که خانم برادوس فرمودن در ارتباط با همین مسائل ناآرامی های یک سال گذشته و بحران ژینا، برای جمهوری اسلامی بازسازی مشروعیت خودش در عرصه بین المللی و این که بگه که طرف های مقابل با من وارد مذاکره میشن، وارد معامله میشن، این اهمیت فوق العاده زیادی و به خصوص به اصطلاح برای از دید اونها قابل استفاده در عرصه داخلی مملکته. این که مثلا فرض کنیم با عربستان سعودی توافق میکنه یا اینکه موفق شده که به خصوص سعودیه دو مرتبه وارد اتحادیه عرب بشه، اینا به هر حال یک پیشرفت هایی است که جمهوری اسلامی میتونه اون رو به حساب خودش بگذاره. این هم اومده داره میگه که الان در شرایطی که آمریکا جز تهدید و جز به اصطلاح حرفای درشت و گنده به من نزده، حالا خودشون اومدن جلو و وارد صحنه شدن که دارن با من معامله میکنن. از یک طرف روی این زندانیان توافق میشه، از سوی دیگه مثلا کشورهای مثل عمان و قطر واسطه هستن که ببینیم برنامه هسته‌ای چجوری پیش میره و اینا.